این ویدیو مخصوص برادران ناشنوان عزیزمون هست و از این به بعد قصد دارم تا تمام ویدیوهای کشاورزی رو با زبان کاملا ساده برای برادران ناشنوانمون اجرا کنم. امیدوارم که خداوند این توانایی رو به من بده تا بتونم به نحو احسن به شما آموزش رشته‌های کشاورزی که به راحتی داخل خونتون با یک انبار 40 متری، 60 متری یا یک 30 متری میتونید به حرفه‌های کسب و کار تجارت مثل پرورش قارچ، زعفران گلخونه، پرورش گانادرما و سایر کسب و کارهایی که با یک سیم داخل حیات خودتون مثل آقای عالمیان از بابل که واقعا میتونه یک الگو باشه. عالمیان ها زیاد هستن، به جای غر زدن، به جای فکر کردن، به جای اینکه ما بگیم آقا چرا این مشکل ما هممون دچار یک سری ناتوانایی هایی در طول دوره زندگی پیش میاد، ولی بهتون قول میدم خود این کار علاوه بر اینکه یک منبع درآمد مالی میتونه براتون داشته باشه، چه هر کاری واقعا در اون سایر نکات دیگه هم که هست بهتون قول میدم که اون مشکلاتی که باعث فکر زیاد میشه حل بشه. البته خیلی کوچیک‌تر از اونم که بخوام این حرفو بزنم، به عنوان یک تجربه دوست دارم با زبان کاملا ساده برای شما پرورش قارچو آموزش بدم. همزمان دارم برای من این ویدیو رو که دارم به شما نشون میدم همزمان ترجمه میشه برای عزیزان تا انشالله بتونن انجام بدن. دوستان عزیزی که میخوان کارو شروع کنن، توصیه من حداقل انتخاب یک فضای 50 متری برای پرورش قارچ دکمه‌ایه. خیلی از آقای عالمیان زیاد داریم مثل بابر، خیلی از دوستان هستن، ولی خب من اجازه ندارم ویدیوشون رو بذارم. بعضی از دوستان هم، ولی همینجا استقبال میکنم اگر دارید بذارید فیلم برای من بذارید تو اینستاگرام بذارم تا تشویق بشه دوستانی که ناتوانی هایی چه از قبل بودن و چه در طول زندگی ناتوانی ها میاد، برای هممون میاد ناتوانی هایی ها، میتونه در شرایط مختلف پیش بیاد، ولی امیدوارم که بتونیم من این ویدیو ها به صورت ادامه دار باشه. تشویق شما عزیزان، نکات شما، تذکرات شما میتونه به من کمک کنه در ویدیوهایی که هست. حالا این دفعه اولم دارم این کار رو میکنم، قطعا خیلی مشکلات ممکنه داشته باشه ولی امیدوارم به مرور زمان حل بشه. برای پرورش قارچ دکمه ای عزیزان شما یک فضای 50-60 متری میتونید کار شروع کنید. این فضای 50-60 متری هر جایی میتونه باشه، سوله، زیر زمین، بهتر حالت مستطیلی شکل باشه. اگر خودتون صاحب یک جایی هستین دیگه مهم نیست که مربع باشه، مثلث باشه، هر چیزی باشه مهم نیست، چون جا مال خودتونه. ولی اگر قراره بسازید و یا اگر درست کنید و یا اگر اجاره کنید، بهتره که اون حالت مستقلی شکل باشه. مثلا اگه 60 متر سالن میخوای شروع کنید، بهتره 5 در 12 ضرب در 12 بشه 60 که به راحتی دور قفسه هامون شروع کنه. برای شروع کار دوستان عزیزمون میتونن با یک سالن شروع کنن مستقلی شکل که ارتفاعش بهتره چیزی حدود 3.5 تا 4 متر باشه ارتفاع سالنشون و عرض سالن 5 متر که خیلی ایداله و طولم که دیگه هر چقدر مثلا 12 متر. تو این فضا دوستان میتونن حدود 10 تن کمپوست قارچ دکمه ای جای بدن. 10 تن کمپوست قارچ دکمه ای، از هر 10 تن کمپوست میتونن یک چیزی حدود 300 کیلو 3 تن قارچ برداشت کنن. هر چقدر شما میزان قارچ میجید 30% بهتون محصول میده. به عنوان مثال اگه 20 تن باشه 6 تن، ولی 10 تن کمپوست یک فضای 60 متری به شما 3 تن قارچ ترق میده که میتونه ایدئال باشه. برای کاری که شما نیاز دارید به یک سری قفسه بندی نیاز دارین، یک سری قفسه بندی که میتونه پروفیل 2x4 باشه همینجوری که دارید نگاه میکنید، یک سری سیم مفتولی گالوانیزه 2.5 که با فاصله 5 سانتی متری به هم دیگه از طول عرض شده برای نگهداری کمپوست، یک سری نورها برای راحتی کارتون و دستگاهی که اگر اونجا رو بگیرید و یک دستگاهی که بهش میگن هواساز. در دستگاه هواساز هم رطوبت میاد هم باد گرم سر قوت. شما قفسه ها رو آماده کردین، یه دستگاه تمومه. بعد بدونید طول دوره پرورش قارچ دکمه‌ای 2 ماهه، یعنی شما 2 ماه هست کل دورتون. از 40 هم شروع میکنید به برداشت قارچ و پول و میتونید بهتون شروع کنید به درآمدزایی کردن. از 40 دو ماهه وظیفه شما در 1 ماه اول دمای داخل کمپوست رو 25 درجه حفظ کنید، دمای داخل کمپوست رو. ماه دوم دمای داخل کمپوست 19 که دارین قارچ برداشت میکنید. نکات دیگه که باید رعایت کنید رطوبته که میتونید با در دیوار خیس کردن، البته خود هواساز هم داخلش رطوبت ساز داره که معمولا هست 4 ساعت یه رطوبتی داده میشه کار میکنه، ولی شما معمولا ماه اول رطوبت 80%، ماه دوم چیز بین 85 تا 90% کار میکنه. یک فضای 50 متری اگه خواستین شروع به کار کنید 60 متری حدود 800 کیلو 800 900 کیلو آهن پروفیل 2x4 نیاز دارین، 300 کیلو حدود 200 کیلو یا 300 کیلو سیم مفتولی گالوانیزه 2.5 که اینا رو به هم دیگه تا میدین و کمپوستر روش قرار میگیره. کمپوستر رو 1 ماه آوردین، 3-4 روز بعد روشو برش میدین، سطح کمپوستر رو صاف میکنین، تا 2 هفته اصلا بهش دست نمیزنین. هیچی، شروع میکنین کمپوست سفید شدن.
روز سوم وقتی برش دارین، صاف کردین، روزنامه میذارین، تا دو هفته بهش دست نمیزنین. روزنامه رو خیس میکنید. باش چلنگ که سر چلنگ بهش بست شده، دمای داخل کمپوست هم 25. بعد از دو هفته سطح کمپوست کاملا سفید شده. ولی سطح کمپوست کاملا سفید شد، اقدام میکنید به خاک. خاک به این میگن خاک مخصوصه. میبینید اینجا زیرش هم سفید شده. خاک مخصوص می‌ریزیم به اندازه 3 سانتی متر. وقتی خاک دادیم دوباره این سفیدیا میان روی سطح خاک و تمام سطح خاک ما رو سفید میکنن. وقتی تمام سطح خاک ما سفید شد، اون زمان یک ماه ما تموم شد. دو هفته اول سطح کمپوست شروع میکنه سفید شدن، دو هفته دوم سطح خاک. این شد یک ماه. به این یک ماه میگن فاز رویشی. تو این یک ماه چه زمانی که کمپوست داره سفید میشه و چه زمانی که خاک داره سفید میشه بهش میگن فاز رویشی. تو این دو یک ماه ما روزنامه رو داریم. وقتی خاک داریم روزنامه میذاریم، وقتی کمپوست هم داریم روزنامه میذاریم. وقتی تمام سطح خاک ما شروع کرد سفید شدن، دما رو از 25 درجه تدریجی آروم طی دو روز از 25 میاریم روی 19 الی 20. دیگه تا آخر کار همین 19 20 هم برامون باقی میمونه. دیگه مستقیم آبیاری میدیم. وقتی که سطحمون سفید شد، یا آبیاری سنگین انجام میدیم روز 30 که سطح خاک کاملا سفید، آب جذب خاک میشه. وقتی آب جذب میسیگیم جذب خاک میشه، آروم آروم اگه بیا نشون بدی به اینا میگن گره. بعد پین هد میشه، آروم آروم قارچای قارچ کوچی بعد قارچ برداشت میشه. خیلی هم راحت شما میتونید توی خونتون انجام بدید. سر بوی خاصی نداره، سر صدای دستگاه خاصی نداره، میتونید تو خونه به راحتی انجام بدید. برداشتش هم خیلی راحته. قارچو به پایین فشار میدین به سمت چپ. این سیاهیشو میزنین و میبرید. نکته مهم اینه که اولین دستی که شما برداشت میکنید، دست دوم دیگه نباید دست خودتون باشه. دست منی که میخوام بخورمش باشه. پس بنابراین با یک پا دست به پایین فشار میدین و چپ به راحتی برداشت میشه قارچ. دست من سیاه باش، فهم میخوام به شما آموزش بدم ولی قطعا باید دستکش داشته باشم. به پایین حواستون باشه. قاشی که برداشت میکنی نگاه کنین، اینجا یه قاش کوچیکه میبینی. اگه حواس من نبود این قاش کوچیکم برداشت میشه. حواستون باشه که این قاش کوچیکا رو برداشت نکنین. قاش پایین، یه فشار سمت براتی برداشت میشه. اون سیاهی ها میزنید. نایلون میتونید کنید، چاقو میتونید من بدید. ممنونم. معمولا خودم پیشتر بعضی برس میذارم، بعضی اب میذارم. اینو ابرم میذارم ولی مینی یه جاهای زمانی که هست یا برس های مخصوص هست اینو انجام میدیم. ما میذاریم بخش من بعد به همین راحتی. این دستی که من داره برداشت میکنه بهتر همونجا ترازو هم همراهم باشه. حالا برای آموزش دارم میذارم. به عنوان مثلا اینو برداشت میکنم، این تمام یک بار دست من خورد، درسته؟ این دست راستم سیاهی ها رو برداشت میکنه، این دیگه تموم میشه میره برای تمام. این دستو دیگه منو که میخوام سرخش کنم پیتزاش کنم بعد بره. متعزون دوستان برداشت میکنم دوباره اینو میذارم تو اینو دوباره. بعد میگن چرا قارچه سفید ما قهوه‌ای شد. همینه به همین راحتی. پس بعد بدونید هر 10 تن توی سال 50 60 متری 10 تن کمپوست جا میشه. طی دو ماه وظیفه ما اینه که یک ماه اول 25 درجه دمای داخل کمپوست و ماه دوم 19 درجه سانتیگراد رطوبت. ماه اول روزنامه رو خیس میکنیم، ماه دوم به خاک خیس میکنیم. دیوکسید کربن خیلی مهمه. یک ماه اول عملا 4500 پی پی، ماه دوم چیزی بین 1200 پی پی ام باید کنترل باشه با باز کردن دریچه های پنجره که پایین انجام میشه. بعد بدون هر 10 تن کمپوست به شما 3 تن قارچ میده و این 3 تن قارچ تیز تشین به شما داده میشه. وقتی شما خاکو سفید شد، یعنی یک ماه گذشت، صد خاکم بعد از خاک دی دو هفته بعد از خاک دی روز 30 شد، صد خاک کاملا سفید شد، شما آبیاری سنگین انجام میدید. معمولا 4 لیتر هم متر مربع، چون هر یکی دو قارچ که به دست بیاد 2 لیتر آب نیاز داره. یه لیتر جذب قارچ، یه لیتر هم تفریق میشه. وقتی برداشت کردین معمولا اگه 3 تن قراره به شما بده، حدود 1 تن 2300 کیلو چینه یک، 1 تن 2300 کیلو چینه دوم و 300 400 کیلو هم چینه سوم. یعنی اصل چینه ما چینه یکم دومه. هر چین معمولا یک هفته طول میکشه، فاصله بین چین ها یک هفته. و حواستون باشه معمولا 7 ساعت قبل از برداشت کردن میخوایم برداشت کنیم آبیاری نکنیم. معمولا میخوایم آبیاری برداشت کنیم، بعد 7 ساعت قبل از برداشت هیچ گونه آبیاری صورت نگیره داخل سالنمون، چون هر گونه آبیاری صورتی باعث قارچ قهوه‌ای میشه، گلی شدن میشه. وقتی که برداشت کردیم میتونیم اونو بلافاصله اگه زمستون تو به هوای بیرون بذاریم یک شوک دمایی پیدا کنه، و یا اگر تابستون میتونید توی یخچال بذاریم و بلافاصله بعد به فروش برسه انجام میدیم. فاصله توقعاتی که کمپوست قرار میگیره معمولا کمپوست 40 در 60. اینا شما سه تا کمپوست میبینید، سه تا 40 به هم دیگه چسبوندیم، یکی دو تا سه تا، سه تا کمپوست به هم دیگه چسبیده میشه و انجام میشه. معمولا هر کمپوست های ما وزن بین 17 کیلو حدوده 17 کیلو و روز 40 چینی یکو داریم. یک هفته طول میکشه، دوباره فاصله بین چینا یه استراحت دوباره انجام میشه. پس 10 تا کمپوست به ما 3 تن قرش میده، 1 تن 200 کیلو چینی یک، یک هفته دوباره یه استراحت یک هفته چینی دوم شروع میشه. این همون چینی یک، 1 تن 200 کیلو چینی سوم معمولا بعد دور میذارن دیگه، میگن ارزش نداره و بیماری ها میاد. به همین سادگی